حسن پاکروان، متولد 1290، سلشگر نیروی زمینی شاهنشاهی، رئیس رکن 2 ارتش در زمان کودتای 28 مرداد، دومین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور. حسن پاکروان فارغ التحصیل دانشکده نظامی فرانسه و مدرس دانشکده افسری بود. طی سالهای اولیه خدمتش در ارتش به سرعت رشد کرد و به فرماندهی رکن 2 ارتش رسید. دو سال بعد با اخذ درجه سرتیپی فرماندهی مرزبانی کل کشور را بر عهده گرفت. او پس از تیمور بختیار در سال 39 به ریاست کل ساواک گمارده شد. پاکروان اهل مطالعه، خونسرد و مخالف تندروی و شدت عمل در ساواک بود. او با اینکه مخالف شدید فعالیت‌ها و تفکرات آیت الله خمینی بود، پس از واقعه 15 خرداد یکی از کسانی بود که تلاش کرد از اعدام او جلوگیری کند. پس از ریاست بر ساواک مدتی به عنوان وزیر اطلاعات، بعداً به عنوان سفیر و پس از آن به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شد. پس از انقلاب در ایران ماند و نهایتاً در سال 58 توسط خلخالی به اتهام خیانت و افساد فلسطین واران شد.